جونم دخترم. بابا داداشم اونجاست، از دیروز حالا نمیتونم پیداش. آره دخترم اینجاست، دیشب اومده. خب چرا یه خبری به آدم نمیده؟ داشتم دیوونه میشدم. تو شرایطی نبود بتونه خبر بده، وقتی اومد خیلی مست بود. داملا چه خبر شده؟ معلومه که یه چیزی شده، تو میدونی که چی شده؟ نه من چیزی نمیدونم بابا، یعنی چیزی نشده. ولش کن، من دارم میام اونجا، وقتی اومدم حرف میزنیم. باشه فعلا خدافظ. باشه دخترم، میبینم. ولی بفرمایین آقا خان. جن کنه دیدی؟ صبح ماشین رو خواه سوار شد رفت آقا خان. بره خب میتونی بری. جورم بابا. پسرم کجا غیبت بذه؟ ببخشید بابا، یکم یه دفعه ای شد مجبور شدم بیام بیرون، یه کاری دارم باید اون انجام بدم. بره خب، وقتی دنبال کار کردنی پس معلومه حالت بهتره. خوبم، نگران نباش. خب حالا بعدم میبینم. خداحافظ. میبینم. آخش، بالاخره تموم شد. فقط تو رو کم داشتم. چیه جنگ؟ ندیم میشه بیای شرکت؟ نمیتونم بیام، شرکت کار دارم. هر کاری داری بذار زمین، بیا شرکت ندیم، خیلی مهمه. میریم شرکت. لطفاً میشه بزنین کنار؟ لطفاً من همین الان برمیگردم. ببخشید. باشه، فکر نمی کردم اینجوری بشه. باشه، اما چه اشکالی داره؟ در عوض من یه دنیا پول دارم. مگه نه جرن؟ یه زندگی خوب پیش روته که یه عمر میتونی با خانوادت زندگی کنی. یه عالمه پول داری جرن. آره داری. از امروز زندگی جدید من شروع شد. شروع شد. داداشتم فرار کرد. زنگ زدم بهش، گفت یه کار مهم داره. از دستش ناراحتم، یه خبرم نمیده. یه حال عجیبی داشت.
مشخصه که یه چیزی شده. کاملا دوباره ازت میپرسم دخترم، چیزی هست لازم باشه بدونم؟ نه بابا جون، بهت که گفته بودم. خب اتفاقه اخیر، وضعیت مادرم و اینجا بودن تو، همین چیزاست دیگه. از وضعیت مامان خبر داری؟ میدونی چی شده؟ میدونم. چیزه گفتی تو اتاق ندیم بمونه. تو هم الان اومدی هم من بپرسی که چرا این کارو کردم، درست میگه؟ نه بابا نمیخوام بپرسم، چون که دیگه میدونم حق با ندیم بوده. سلام، حالتون چطور؟ سلام، ممنونم. برگه ها رو آوردین دیگه؟ بله بله، همش اینجاست. دقیقا همونطور که حرف زده بودیم آقای جیک. دلم میخواست بگم کاش اشتباه کرده بودم، اما من از اولم گفته بودم، میدونستم اینجوری میشه. با من امر دیگه ای ندارین آقا؟ نه تمومه، شما میتونین برید. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خب چرا گفتی بیام اینجا؟ اون مسئله مهم چیه؟ خدمت شما، پروژه‌ای که با یوسف شروع کردیم. خب که چی؟ زمین مال عموی یوسف بوده ندیم، و میخواسته به قیمت بالا به ما بفروشه. یعنی باید بگم که سرمون کلا رفته. بابا من نمیتونستم باور کنم، باورم نشد. گفتم این کارو نمیکنه، غیر ممکنه، گفتم بهش تهمت میزنم. من جلوی روی همه تون وایستم بابا جون. خیلی حرفای زشتی بهت زدم، من حتی به تو گفتم تو دیگه بابای من نیستی. مامانم، آخه مامانم چطوری میتونه همچین کاری کرده باشه؟ دخترم عزیز برم، من درکت میکنم پرنسس، اصلا چیز ساده ای نیست. آدم اول انکار میکنه، میگه نه این کارو نمیکنه، نمیتونه هضم بکنه، حتی فکرش هم نمیکنه. بعدش مثل من میشینه خودشو محکوم میکنه، میگه من کجای کارم اشتباه بوده، کجای مسیر رو اشتباه رفته. دخترم من دیگه از این که خودم رو سرزنش کنم دست برداشتم، اون همه ما رو گول زده. ما رو محکوم به دروغ کثیف کرده. بابا من فکر میکردم تو مقصری. با خودم گفتم نمیای بیمارستان، گفتم هیچی نمیگی، همش داری فرار میکنی. بابا من اصلا نتونستم کنار تو باشم. کافیه بیا اینجا. اگه شما نبودیم من چی کار میکردم؟ ممکن نبود حالم خوب باشه، ممکن نبود این روزا رو ببینم. پرنسس من. نه یعنی حتما اینجا یه اشتباهی شده، یوسف همچین کاری نمی کنه. ببینم این یوسف پسر باباته، چرا نباید این کارو بکنه ندیم؟
50 بار بهت گفتم بهش اعتماد نکن، بیا تحویل بگیر. طرف میخواد سرمون کلا بذاره. حتما یه توضیحی داره، مطمئنه. یارو پیداش نیست، خودشو گم و گور کرده. چطوری میخوای ازش جواب بگیر؟ کدوم توضیح؟ آقایون؟ یوسف؟ شرمنده، بابام یکم مریض احوال بود، نتونستم به کارو درست رسیدگی کنم. خدا شفا بده. ممنون. خدا سلامتی بده. خدا رو شکر الان بهتر شده. ما داشتیم از زمین تو حرف میزدیم، همون زمینی که مال عموته. جنگ، فکر میکنه وقتی این زمینو به ما فروختی قصدت این بوده که سر ما کلاه بذاری. میگه این زمینو بیشتر از اون چیزی که میارزه بهمون فروختی. درسته، زمین مال عمومه. تا جایی که فهمیدم در موردش تحقیق شده، اما اطلاعات غلط بوده. عجب. همچین زمینی برعکس تصورتون خیلی کمتر از اون چیزی که تو بازار میارزه داریم میخرین، چون مال عموی منه. یعنی برخلاف تصورتون نمیخوام سر ندیم کلاه بذارم، اتفاقا برعکس، من دلم میخواد با هم سود کنیم. متوجهم، از اولش هم زیاد از هم خوشمون نیومد، نتونستی بهم اعتماد کنی. اما من تنها دلیل این که میخوام این کارو با ندیم انجام بدم اینه که واقعا ندیم برام ارزش داره. این کار سود زیادی داشت، میتونستیم با هم به دستش بیاریم، اما دلم نمیخواد با این شک ادامه بدیم. اینجوری ممکنه به همدیگه صدمه بزنیم. فردا وکیلمو میفرستم ندیم. اولین کار اینه که شراکتمونو کنسل کنیم. موفق باشی یوسف. اگه تو هم بخوای، من دلم میخواد شراکتمونو ادامه بدیم. من هیچ وقت به تو شک نکردم. نظرت چیه؟ بس. یعنی الان شنیز نمیتونه خودش غذاشو بخوره؟ راستش دکتر گفته فلج شده، اما انگار دست راستش یکم حرکت داره، یعنی میتونه از دکمه های ویلچرش استفاده کنه. دکتر گفته باید یه مدتی تمرین کنه. خدا رو چه دیدی، شاید خوب شد. باید خودش هم بخواد. باید ببینیم دلش میخواد خوب شه یا نه. آخه کی دلش میخواد تو اون وضعیت بمونه؟ تو هم حرفا میزنی. این زن زوارش در رفته، اتفاقیه که افتاده. دیگه از الان به بعد چه فرقی میکنه خوب شه یا نه؟ چی بگم؟ خدا خودش شفاشو بده. چی میگی تو نورتا؟ چرا باید خوب شه؟ اون داره تاوان میده، تاوان میده. بله دیگه، شنس خانم به اون قدرت و عظمت کی فکر میکرد به این روز بیافته؟ چوب خدا صدا نداره. فقط خدا قادر و تواناست. قربون خدا برم. بگذاری من غذاشو ببرم که گرسنه نمونه زن بیچاره. ببر بذار بخوره. بابا مطمئنی؟ اگه بخوای میتونم بمونم پیشت، حداقل تا وقتی که ازم خسته بشی. آره این چه حرفیه دخترم؟ گاهی وقتا میان بهم سر میزنین دیگه، فعلا یکم بهم اجازه بده. میام بابا. معلومه که باید بیای. نه یا ببین چی کارت میکنم. خب دیگه صبر شد بابا. دوستت دارم. منم تو رو دوست دارم دختر خوشگل. منم شما رو دوست دارم. برو عزیزم برو. ولی آروم برو. شنیز خانم باید گرسنتون شده باشه، صبحم که چیزی نخوردین، لطفاً بخورین. آخه نمیشه که چیزی نخورین شنیز خانم. من بهتون کمک میکنم، نگران نباشید، فقط دهنتون رو باز کنین.
آخه اینجوری که نمیشه. دلم میخواد بذارم اینجا، اما تنهایی که نمیتونین بخورین. حداقل یه چند قاشق بخورین. خیلی خوب باشه، پس من بعدم بازم میام. شاید اون موقع گرسنه‌تون شده باشه. شده وقتی چشم انتظاری، دلت میخواد یه خبر خوب بهت برسه، اما این انتظار با امید نیست. وقتی میدونی قراره چی به سرت بیاد، از صد جور عذاب بدتره. خدای من، یعنی طلاق گرفته. مامان جون لطفاً اینقدر نگران نباش، یه بلایی سر خودت میاری. خیلی وقت این بلاها سر من اومده دخترم. همه کسایی که از خون و گوشت خودم بودن این بلا رو سرم آوردن. فقط برام یه قلب مونده، اونم برای احساس کردن، که الان فقط شرمندگی رو حس میکنه. خوب میشیم، بهت قول میدم خوب میشیم مامان جان. تو رو از اینجا میبرم، بعد یه زندگی جدید رو شروع میکنیم. به من اعتماد کن. منم منتظر بودم ببینم این حرف کی از دهنت بیرون میاد. تا اوضاع خراب میشه سری آماده رفتن میشی. مامان بزرگ لطفاً، مامان بزرگ لطفاً. لطفاً زهر ما، یعنی همه تون تو این امارت جا داریم فقط واسه ما جا. چرا اینقدر حریصی مامان نریمان؟ بچه های من تباه شدن. تو هنوزم فکر دنبال پول و اون خونه است؟ بچه های آدم از خون و جونشان، نه از پول. چرا نمیفهمی مامان نریمان؟ خیلی منتظر موندی؟ نه بابا، ما هم تازه رسیدیم. نگران بچه بودم که سردش نشه. میخوام یه چیزی ازت بپرسم. چی شده؟ مشکلی هست؟ نه نه، مشکلی که نیست اصلا. شناسنامه رو به اسم کی قراره بگیری؟ آها، اونا رو من حل کردم عزیزم. وقتی رسیدیم اونجا خودت میبینی. آره خب راست میگی، تو بگیم من که نمیفهمم. خدا رو شکر بالاخره درست شد. باورت میشه من چقدر هیجان دارم؟ دلم میخواد زودتر بریم و این کار رو تمومش کنیم. پسرم میخواد شناسنامه بگیره. آره آره. همه این خونه ها خیلی خوشگلن، فقط بیرون از شهرن. اونجا جنگل هست. راستش اصلا از جنگل خوشم نمیاد، اهل طبیعت نیستم. راستش خونه های ویلای ما معمولا خارج از شهر هستن. راستش این دفعه من میخوام یه خونه آپارتمانی بگیرم، چون ما هیچ وقت تو خونه آپارتمانی نبودیم. راستش دلم میخواد مامانم یکم زندگی آپارتمانی رو تجربه کنه. اگه تو محله کوسکنجوک باشه برای من راحت تره. با قیمتی که فرمودین تو اون محله میتونین یه خونه خیلی خوب پیدا کنید. عالیه. یه خونه دلباز باشه، بزرگ و مدر، حداقل 4 تا خوابم داشته باشه. چشم، حتما. پس من کاتالوگ آپارتمان ها رو براتون میارم. باشه پسرم، آروم باش، آروم باش مامان جون. بار اولش داره یه مسافت طولانی میره، برای همین بد اخلاقی میکنه. گرچه همیشه همینطوری در حال گریه کردنه، یعنی خدا میدونه بچه کیه. یعنی منظورم این بود که به کی رفته این بچه. چرا ما اومدیم تو اتوبان؟ ها؟
ما تو اتوبان چی کار داریم؟ تو ما رو داری کجا میبری؟ جواب بده دیگه. من خنگ نیستم، خوب میدونم اینجاها نمیشه شناسنامه درست کرد. با شاک. ببین من نمیخوام نگرانت کنم، وقتی فهمیدی واقعیت چیه نباید هول بشی. خب ای بابا چه خبره؟ این چه طرز حرف زدنته؟ اصلا خوشم نیومد. گفتم نباید هول بشی با شاک، فعلا در امانی. جدی میگی؟ من که اصلا احساس امنیت نمی کنم اصلا. اینقدر بچه رو اذیت نکن. خانواده اطلس ردمونو پیدا کردن. چی؟ برای اینکه تو نترسی تو لحظه آخر نتونستم به یه چیزی بگم. وضعیت همینه، مجبورم قایمت کنم. برای همین باید بریم خارج از شهر، همش همینه. از کجا پیدامون کردن؟ چرا به هم نمیگی خانواده این بچه کیه؟ اونا کی هستن؟ فعلا در همین حد باید بدونی، متوجه شدی؟ وقتش که برسه میفهمی خانواده واقعی بچه کیه. گرچه اصلا نمیدونم میخوای بدونی یا نه. ما که آواره شدیم، فوقش میریم تو پارک چادر میزنیم، اونجا میمونیم. چاره چیه؟ اگه قراره روزی صد بار سقف رو سرم خراب بشه، تو چادر بمونم خیلی راحت ترم. به جای اینکه منت مردمو بکشم، دستمو طرف خدا دراز میکنم. اینجوری غرورم هم نگه داشتم. هرچند تو چه میفهمی این چیزا یعنی چی؟ ها، یعنی میخوای بگی من حالیم نیذاره؟ تو این خونه اگه یه آدم نفهم باشه، اونم منم، من ها؟ خدایا خودت به من صبر بده. خدایا حتی نمیخوای تو روم نگاه کنی مامان؟ آره نمیگی دخترم امروز طلاق گرفته؟ چی به سرش اومده؟ بچهشو از دست داد، بعدش هم بیوه شد. برات اصلا مهم نیست به اینکه جلوی قاضی چه حسی داشتم، چطوری از پس همه اینا بر اومدم، اصلا برات مهم نیست. نه هیچی، من برات مهم نیست. مامان من چیه تو هستم؟ ساکت شو جرا. از وقتی تو رفتی این زن مدام چشم براته، همه ی حواسش پیش تو بود. اما فکر کن ببین چرا تو رود نگاه نمی کنه. کار تو خیلی زشت بود جرا، کار تو اونقدر زشت بود که مادرم داره خجالت میکشه. از برای همین ساکت شو. آره خب من باید ساکت بشم، چون تنها مقصر منم. مقصر منم، بدبخت منم، بیچاره منم، مگه نه؟ مامان معذرت میخوام. مامان واقعا معذرت میخوام. ببین مامان، من یه اشتباهی کردم. تا آخر عمرم هم باید تاوانشو پس بدم. این مجازات تمومی نداره. من خودم هم نمیدونم چطوری باید جبران کنم. مامان واقعا ازت معذرت میخوام. من امروز طلاق گرفتم، با پولی که گرفتم یه خونه خریدم. بیا همگی بریم اونجا خوش و خورم زندگی کنیم مامان جون. ها من با تو قدم از قدم بر نمیدارم. پامو تو اون خونهی که با پول طلاق و زندگی دروغ خریدی نمیذارم. تو اصلا خجالت نمیکشی؟ نه تو واقعا ناراحت نیستی جرن؟ کاشکی به جایی تو سنگ زاییده بودم دختر. تو که اینجوری اینقدر راحت نفرت تو به روی من میزنی؟ آره کاشکی منم سنگ بودم و به دنیا نمی اومدم. یه بار شد بگی این دختر با این سنگ کم چی به سرش اومده.
یه بار شد بگی دختر من با این سن کم چطوری تونست این همه بدبختی رو تحمل کنه. دست درد نکنه مامان، واقعا دست درد نکنه. آره آره، این ازدواج دروغ بود، اما من یه بیگناه بودم که وسط این همه دروغ مونده بودم مامان. مامان بزرگم گفت، گفت قراره عروس خانواده کاراچای بشه. گفت آگاه کاراچای میخواد که تو عروسش بشی. من فکر میکردم قراره زن جنگ بشم، با جنگ عروسی کنم. پسر خونه کیه؟ جنگ. من از کجا میدونستم ندیمم اینجاست؟ من از کجا میدونستم مامان بزرگم منو به عنوان عروس خانواده کاراچای فروخته؟ نمیدونستم. من عاشق جنگ شدم چون فکر میکردم قراره زنش بشم. رفتم تو بغلش، آره میدونم اشتباه کردم اما این کارو کردم. جنگم نگفت نه مامان، نگفت نمیشه. منو برد تو اتاقش، گفت باشه. ساکت باش دختر، بیشتر از این نمیخوام بشنوم. چرا؟ چرا تحمل شنیدنشو نداری؟ برات سنگینه؟ مامان من همه اینا به سرم اومد و نتونستم به کسی چیزی بگم. من سوختم مامان. میدونی وسط آتیش بسوزی و نتونی داد بزنی چه حسی داره مامان؟ وقتی گول شیطانو خوردم و گفتم باشه ازدواج میکنم، با شنیز شیطان روبرو شدم. شنیز منو از روی تخت جنگ برداشت و انداخت جلو پای ندی. وقتی فهمید بچه هست جنگه، برای آزمایش دی ان ای منو برد به یه هتل. من اونجا بیهوش شده بودم، اونم با مردی که اصلا نمیشناختم از من فیلم های مسخره گرفته بود. گفت اگه بگی این بچه هست جنگه، اگه به حرف من گوش ندی و با ندیم ازدواج نکنی، اینا رو به مادرت نشون میدم. گفت مادرت میره سینه یه قبرستون، گفت جیوان میره زندان. من خیلی ترسیدم مامان، من خیلی ترسیدم که بلای سرتو بیاد. سکوت کردم و نتونستم به کسی چیزی بگم. مامان من برای این که بلای سرتو نیاد ترجیح دادم تو اون جهنم بسوزم. مامان من خیلی ترسیدم. تو فکر میکردی وقتی اومدی استانبول خونت سوخته، اما در اصل دخترت سوخت. اون نوی بیگناهت هم بدون این که چیزی بتونه قربانی شد. مامان من خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم. من تو رو میکشم با دستای خودم میکشم. مامان جون خب آروم باش. نگذره. چی شده؟ بی وجدان جادوگر بی وجدان. مامان جون آروم باش. بگو دیگه چه دروغایی گفتی، دیگه چه کلکایی به همون زدی، بگو. تو میخوای منو بکشی؟ آره میخوای منو بکشی. میکشم اتاره، میکشم اتو. برو بیرون مامان. برو بیرون، اینو بسپار به من. به خاطر تو نزدیک بود بچه‌مو از دست بدم. بی وجدان، تو با اینکه میدونستی حامله است آخه چطور ساکت موندی ها؟ تا امروز چه دروغایی رو مخفی کردی؟ بگو، همه رو بگو، همه رو بگو. چیو مخفی کردم؟ آره من چیو مخفی کردم؟ من تا امروز فقط یه چیز رو مخفی کردم، فقط یه چیز. جمره دخترم، من اینو 23 سال تو دلم نگه داشتم، نتونستم بهت بگم. منظورت چیه؟ ببین این دفعه دیگه تقصیر من نیست.
میدونی مقصر کیه؟ اگه یک کلمه دیگه حرف بزنی هرچی دیدی از چشای خودت دیدی. من با چه رویاهایی اومده بودم اینجا؟ با چه رویاهایی اومده بودم؟ دوبله شده دار حالا باید همه ی رویاهامو بذارم و از اینجا برم. اما فکر نکن که بر نمی گردم، چون من قسم خوردم از تک تک کسایی که این کارو با من کردن انتقام بگیرم. جرن میشه یکم حرف بزنی؟ چرا ساکت شدین؟ حرف بزنین. یه چیزی میگین بعد ادامه نمیدین. مامان بزرگ یه چیزی بگو. بسته دیگه بسته. تو هم دمه گوش من هی داد نزن. گفتی مربوط به منه، بگو. الان سکته مغزی میکنم، سرم داره گیج میره. هر کاری میخواین بکنین، امیدوارم هر غلطی که دلتون میخواد به زودی بکنین. امیدوارم. مامان میشه بگی چیو باید میگفت؟ وقتش که برسه میگم، اون موقع خودم بهت میگم. باشه؟ وقتش که رسید تو به من اعتماد کن. ناراحتم نکن. ای کاش اینطوری نمیشد. کاش میتونستم زمانو به عقب برگردونم. مثلا چی کار میکردی؟ میومدی وسط حیات میگفتی بچه از منه؟ میگفتی پدر اون بچه منم؟ چی کار میکردی ها؟ نمیتونستی، چون نکردی. معذرت میخوام. ای بابا، این دختره کجا رفت؟ آقای جنگ، حالتون خوبه؟ اتفاق بدی که نیفتاده. تنها اتفاق خوبه اینجا توی نورتن. مامانم چطوره؟ غذاشو میخوره؟
نه دوباره امتحان کردم، نمیخوره. احتمالا خجالت میکشه. حالا دوباره میرم امتحان میکنم. باش بیا بریم آشپزخونه، تو آماده کن خودمش بده. باش. خودت خواستی سهر خانم، خودت خواستی. حق نداری به من هیچی بگی، چون تو خودت خواستی اینجوری شه. اون زبون تلختو کوتاه میکنی و دیگه هیچ وقت هیچی نمیگی. اگه یه بار دیگه به خاطر این قضیه بخوای یکی از ماها رو ناراحت بکنی، باورت نمیشه چه بلایی میتونم سرت بیارم. چیزی که تو بهش میگی گناه، برای من حقیقته، فهمیدی؟ منم هیچ وقت نه از حقیقت میترسم نه از گفتنش، اما این منم که باید به دخترم بگم، نه تو. فهمیدی چی بهت گفتم؟ فهمیدی؟ باشه؟ باشه باشه بس کن دیگه. ببین اینجا در امانی، کسی نمیتونه اینجا پیدامون کنه. راست میگی، به نظر میاد جای امنیه. بیا. بیا تو. برو راحت باش. شوفاژو روشن کردم، الان گرم میشه. خوابش بود؟ تو مطمئنی اونا دنبال ما هستن؟ خب وقتی گفتم دنبالمونن، منظورم این نبود که دارن تعقیبمون میکنن، اما بالاخره رد تو زدن. شاید آشنا دارن، نمیدونم، ممکنه جامونم پیدا کنه. آخه اینا کیان؟ مشاک جون تو به ایناش فکر نکن، باشه؟ من هوای تو اطلسو دارم، نگران نباش. اینجا جامون امنه، تا وقتی که خطر رفع بشه اینجا میمونیم. تا
تو برو برای بچه غذا درست کن، احتمالاً گشنش بشه دوباره بیدار بشه. آی بیشتر از این نمیتونم با این دیوونه سر کنم، باید همین الان برش دارم و برم. ببینم داری چی کار میکنی؟ انگار دوباره داشت بیدار میشد اما باز خوابش برد. اونو بدش به من.